شهر لشکرگاه مرکز ولایت آشوبزده هلمند می باشد. 1.5 سال قبل این شهر مورد تهدید جدی مخالفین دولت قرار داشت و باشندگان لشکرگاه لحظه شماری ورود مخالفین مسلح را داشتند. اما فعلا شهر لشکرگاه چهره خیش را عوض نموده و در بین مردم این شهر فضای اعتماد و زندگی خوب و انکشاف تقویه گردیده است. تمام سرک های شهر لشکرگاه به طور اساسی و اسفالت ساخته شدند. علاوه از جاده های عمومی، کوچه های فرعی نیز اسفالت گردیدند. جوی های دو طرف سرک، گلدان های بین دو سرک اعمار گردیده، در امتداد جاده ها چراغ نصب گردیده، کار اعمار شبکه های آب آشامیدنی و تنظیف شهر در دو شف شب و روز همه روزه ادامه دارد. به قول مسئولین ولایت هلمند، در لشکرگاه در مجموع 50 کیلومتر سرک به طور اساسی و پخته ساخته شده است. اینکه اعمار جاده بر روند زندگی مردم لشکرگاه کدام اثرات را به جا گذاشته است، یک تعداد از شهریان لشکرگاه میگویند: فایده دغه ده چې اول خو دغه مخلوقات په خټو کې تله، په شبو کې تله، پر لارې کې تله، په عذاب. فایده اولی این سرک ها این است که قبلا مردم در گل و لای و خاک گشت و گذار می نمودند. فایده دوم آن از گرد و خاک جلوگیری شد. از طرف دیگر تمام وسایط و وسایل از قبیل رکشا، موتر و تراکتور از عوارض حتمی نجات یافتند. در گذشته که یک تن در نیم ساعت منزل می نمود، فعلا در زمان کمتر ممکن گردیده و کرایه نیز ارزان گردیده است. از وقت سرکا وقتا شده بسیار تغییر آمده، بخاطر از این چی بسیار مردم وسوسه شده. وقت بسیار سرکات کتکا بود، خاک باد بود، گرد بود، مردم مریض میشد، حال بسیار خوب شده. اگرچه در مجموع در ولایت جنوب افغانستان مشکل بزرگ نبود زمینه کار می باشد، اما در ولایت هلمند از 1.5 سال به این طرف مصروفیت های کاری تا یک حد زیادی افزایش یافته و در زندگی مردم کم از کم یک اندازه تغییر مثبت دیده می شود، مخصوصا در مناطقی که در آن امنیت تا اندازه تامین گردیده است. عبدالحکیم خان یک تن از باشندگان ولسوالی مواجه ولایت هلمند که در لشکرگاه مسئول کار می باشد می گوید: کارها رو به پیش ادامه دارد. اعمار سرکها، مکاتب و مدارس جریان دارد. یک تن از مامورین پلیس در شهر لشکرگاه می گوید در تمام عرصه ها انکشافات به وجود آمده است. به مقایسه گذشته پلیس خوبتر تجهیز و تربیه گردیدند که در نتیجه آن فعلا پلیس توانایی تأمین امنیت را دارند. دریم سارن محمد به ادامه می گوید: فعلا در ولایت هلمند وضعیت خوب می باشد. پلیس آموزش مسلکی دیده و تربیه گردیدند. پلیس در خدمت مردم می باشند. مردم به اطمینان در میله بازارها اشتراک می نمایند. شاروال لشکرگاه می گوید برای عرضه خدمات بهتر شهری 200 میلیون افغانی از بودجه انکشافی شاروالی برای ترقی و انکشاف شهر لشکرگاه به مصرف رسیده و کمک های اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا و مؤسسات بین المللی دیگر را نیز جلب نموده است. محمد داوود شاروال شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند می گوید با چالش غاصبین زمین شدیداً مواجه می باشد که به حمایت والی ولایت هلمند به ضد غاصبین مبارزه جدی را آغاز نموده است. محمد داوود شاروال شهر لشکرگاه به ادامه می گوید: یکی از چالش های عمده که ما با آن مواجه می باشیم چالش غاصبین می باشد که در اکثر از نقاط شهر لشکرگاه برای ما مشکل ایجاد نمودند. با استفاده از شب غاصبین از طریق نامشروع تلاش غصب املاک دولتی را می نمایند و اداره ما نیز با قاطعیت کامل جلوی آنها را می گیرند. اما متاسفانه یک تعداد از زورمندان در غصب املاک دولتی دست دارند. شاروال شهر لشکرگاه می افزاید تا پایان سال 1389 5 کیلومتر سرک های دیگر نیز در شهر لشکرگاه به طور اساسی اعمار خواهد شد و در سال آینده برای توسعه شهر لشکرگاه برنامه های قابل توجه در نظر گرفته شده است. همایون شعیب، تلویزیون آشنا.